سلام و وقتتون بخیر. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستیم در ارتباط با آشنایی با شرکت علی بابا در بازار سهام. راه‌های ارتباط با ما رو تصویر می‌بینید. از طریق هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی یا وبسایت که براتون راحت‌تره با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقاداتتون رو به ما برسونید. علی بابا گروپ هولدینگ لیمیتد یه شرکت چند ملیتی چینیه که متخصص در تجارت الکترونیک، خرده‌فروشی، اینترنت و فناوریه. این شرکت در 4 آوریل سال 1999 در هانجو استان ژیجیانگ تأسیس شد و خدمات بین مصرف کننده به مصرف کننده، کاستمر تو کاستمر، تجاری به مصرف کننده، بیزنس تو کاستمر، تجاری به تجاری، بی تو بی یا بیزنس تو بیزنس رو از طریق اینترنت و همچنین پرداخت‌های الکترونیکی و موتورهای جستجو خرید ارائه میده. این شرکت در بخش‌های متعددی مشاغل متنوعی در سراسر جهان رو در اختیار داره و فعالیت می‌کنه و توسط مجله فورچون به عنوان یکی از شرکت‌های قابل تحسین در جهان شناخته میشه. اما علی بابا سال 2007 برای اولین بار در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ عرضه شد و اما در سال 2012 از اون حذف شد. این غول تجارت الکترونیکی چین برنامه‌ای برای عرضه دوباره سهام خودش در سال 2019 یعنی همین امسال در ماه اوت داشت در بازار هنگ کنگ که بعد از نارامی‌هایی که تو بازارهای هنگ کنگ به وجود اومد، نارامی‌های در کشور هنگ کنگ ایجاد شد و وخیم‌تر شدن جنگ تجاری بین امریکا و چین به تأخیر افتاد. پیش بینی میشه که البته تا آخر سال 2019 این اتفاق بیفته، یعنی دوباره در بورس هنگ کنگ هم عرضه بشه. اما در 15 سپتامبر 2015 در بازار سهام نزدک عرضه شد و قیمت شروعش 92.70 دلار بود. در همون روز تا 99.70 دلار هم بالا رفت، ولی در انتهای روز بعد از اینکه پایین‌ترین سطح روزانه یعنی 89.95 دلار رو تجربه کرد در 93.89 دلار بسته شد. از زمانی هم که در بازار سهام عرضه شده، علی بابا گرون‌ترین یا بالاترین سطح تاریخی خودش رو در نوامبر سال 2018 در 208 دلار تجربه کرده. اما چرا علی بابا در بازارهای سهام ایالات متحده عرضه میشه، یعنی که با اینکه شرکت چینی هست چرا در بازارهای امریکا عرضه میشه سهامش؟ سه تا دلیل عمده‌ترین دلایل هست. دلیل اول کنترله که هرچند زیاد قابل اثبات نیست، اما بهترین فرضیه مبنی بر اینکه چرا علی بابا در ایالات متحده ایجاد شده اینه که به بنیانگذاران اونس که جک ما و جوزف تای هستن اجازه بده تا با وجود عدم مالکیت درصد قابل توجهی از سهام شرکت کنترل شرکت رو در اختیار داشته باشن. بازار سهام نیویورک، نیویورک استاک اکسچنج و ایالات متحده در کل به شرکت‌ها این امکان رو میدن که از سیستم کلاس بندی‌های سهام استفاده کنن تا بتونن کنترل شرکت‌های دارای سهامی عام رو حفظ کنن. حتی شرکت‌های خارجی که قصد ندارن اکثریت سهام در اختیار داشته باشن، یعنی می‌خوان بیشتر سهامو بفروشن، ساختار کلاس بندی سهام فرصتی رو برای افزایش سرمایه فراهم می‌کنه از طریق فروش سهام بدون اینکه قدرت قابل توجهی رو به سهامداران جدید خود بده. یعنی قدرت کنترل منظور. ارائه دومین دلیل ارائه شدن اینه که اعتبار میده. قرار گرفتن در لیست نیویورک، در لیست بازارهای نیویورک به هر شرکتی اعتبار و پرستیژ میده. اما در کنار اون مزیت‌های عملی دیگه‌ای هم داره برای قرار که در این لیست باشه. شرکت‌هایی که به طور عمومی در بازارهای ایالات متحده تجارت می‌کنن تحت نظارت قانونی هستن به نام یا لایسنسی به نام SEC ببخشید، که این اغلب به معنای فرآیندهای جدیده، یعنی معمولا باید یه سری کارهای جدید انجام بدن، کاغذبازی بیشتری برای شرکت‌های خارجی داره، اما سرمایه‌گذاران شاهد افزایش نظارت و شفافیت خواهند بود و در دراز مدت این میتونه به عنوان یک امتیاز مفید باشه وقتی سرمایه‌گذار میبینه که شفافیت توی کارها هست و نظارت بیشتری رو شرکت ارائه میشه. حالا اگه در شرکت در ایالات متحده لیست شده باشه، تمر ضمنی تاییدیه SEC هم تا زمانی که خلافی که باعث از بین رفتن این مجوز بشه رو داره. در نتیجه سرمایه‌گذارا وقتی که منابع مالیشو میخونن و سرمایه‌گذاری میخوان انجام بدن اعتماد بیشتری دارن. حالا اینکه این کاملا اعتبار دهنده باشه یا نه یه موضوع دیگه است، اما سرمایه‌گذارا در سراسر جهان برای چندین دهه است که سرمایه‌گذاری در بازار ایالات متحده تجربه کردن که علی بابا از این اعتماد میخواد استفاده کنه تا به وضوح به عنوان رقیب اصلی آمازون در برابر در واقع رقیب اصلی آمازون به موقعیت بالاتری برسه. فهرست شدن در ایالات متحده آمریکا با سرمایه‌گذارایی که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای آنلاین هستن میتونه داستان رشد علی بابا رو نسبت به آمازون آسان‌تر کنه.
اما سومین دلیل بیشتر بودن دامنه حرکتیه. پس دلیل اول داشتن کنترل بر روی شرکت بود، دلیل دوم داشتن اعتبار، اما دلیل سوم داشتن دامنه بیشتر حرکتی. به معنی این که وقتی که شما در لیست بازارهای ایالات متحده هستین و هنگامی که میخواین ادغام بشین، به شما دامنه حرکتی بیشتری میده. مثلا داشتن سهام با دلار ایالات متحده تو بورس ایالات متحده برخی از خریدهای آینده تجارت‌های ایالات متحده رو ساده‌تر می‌کنه. تجارت‌ها یعنی شرکت‌ها، و همینطور بررسی دقیق این معاملات رو آسان‌تر می‌کنه. در غیر این صورت احتمال امکان این عمل کمتره. هنگامی که یه شرکت ذکر شده در ایالات متحده، یعنی در لیست بازارهای ایالات متحده، بخواد یه شرکت فهرست شده دیگه رو تو ایالات متحده بخره، توجه مردم و بازرسا رو زیاد جلب نمی‌کنه. اما این مسئله زمانی که یه شرکت خارجی قصد خرید یه شرکت آمریکایی رو داشته باشه که لیست شده در بازارهای بورس ایالات متحده رخ نمیده و توجهات رو جلب می‌کنه، که باعث میشه بازرسی‌های خیلی دقیق‌تری روی اون مسئله، روی این معامله انجام بشه. این تغییرات کلی تاریخ سهام علی بابا همونطور که میبینید در سال 2015 در سپتامبر 2015 شروع شد که الان در حال حاضر 177 دلار و 79 سنت. امیدوارم که به اطلاعاتون اضافه کرده باشه. بازم اگر سوالی پیشنهاد دارید از طریق وبسایت شبکه‌های اجتماعی با ما در ارتباط باشید. تا ویدیوی دیگر، خدایا رو نگهدارتون.